چطوری بچه خوش اومدید ویدیو آه خوش اومد چرا گردون گرفت؟ خوش اومد به ویدیو جدید. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. عشق و حالا براش عشانی ململانی تکشانی خوب. همونطور که گفتم این هفته دیلی آپلود هفته پارت دو هست. از اون جایی که ما یه ویدیو گذاشته بودیم که اینجا الان سوجست میشه گفتیم چی؟ یادم نمیاد شرطش چی بود ولی فکر کنم انجام شد. حالا هرچی، پارت دو تاپ 10 ویردترین و عجیبترین اتفاقایی که توی فوتبال افتاده رو میخواییم بذاریم که گذاشتیم. داری میبینی پلایک کن لایک کردی بنویس احمد لایک کردم منم برای تو یه بوست ریپلای میکنم. بعد یه 120 تا بوست ریپلای کنم ولی اگه لایک کردی بنویس احمد من لایک کردم من بوست رو برای ریپلای میکنم. ببین میکنم یا نه. ما نه بکنیه اینستاگرام تلگرام دیسکورد من اینجا میاد حتما جوین بشید فالو داشته باشید و فالو بکنید فالو داشته باشید دوباره گفتم و بعد جوین شدن و فالو کردن کافیه که آقا دیسکریپشن رو وا کنی اونجا میشه اینستاگرام یه لینک جوش بزنید روش تلگرام یه لینک جوش بزنید روش بیست بارم گفتم تو اینستاگرام یه سری فعالیت های دیگه داریم. تو تلگرام با بچه ها چت میکنیم، صحبت میکنیم، فوتبال ها رو میبینیم، چرت و پرت میگیم، پست میذاریم. دیسکورد هم آقا میام میشینم من کویره الان دیسکورد من میام تو دیسکورد هم میشینم آقا ایشکی نیست. بیا دیسکورد صحبت بکنیم بیاید ما نمکنیه. آقا آخریمون این داداشمون بود که چیز میذاش رو کلش از این آبدولا میذاش رو سرش طرف شال کم بود. بعد بیم سراغ دهتا که با آنتونیه. خب آقا این کوینگسی پرومسه میده به آنتونی 99% گل که پاس به عقب شوشو الان شماره 10 بود. آقا با اینا پاس داد به آنتونی. بگو خب آنتونی رو 99% گل کنه همینا با پا راستش میزد گل میشد. ولی از اونجایی که همه ما میدونیم آنتونی که از شلپاترین پاچپایی که پا راستش به درد لاجرز دیوار میخوره اومد با چپ استوب کرد احمق. اصلا آقای آنتونی شما که 100 میلیون پولتو دادن این چه استوی بود شما کردی؟ یعنی اینو با چپ اصلا نباید میگرفتی داداش. خب اینو با چپ گرفت توپ رفت جلو ولی جمعش کرد. خدایی خوب جمعش کرد. یعنی اینو باید به عنوان 10 تا از جمع کردنی ترین اتفاقای فوتبال میذاشتن که خیلی خوب جمعش کرد توپه رو گل کرد. اگه توپه اوت میشد بعد میگفتی خاک تو سر آنتونی ولی خوب جمعش کرد. خدایی باری کلا چی شد؟ اینجا ادن آزارد بود اگه اشتباه نکنم با دست گرفت داور ندید؟ Alex Oxlade-Chamberlain بود نوشته Arsenal Kieran Gibbs mistakenly sent for Alex Oxlade-Chamberlain handball. الان گرفتم داور کیرن گیبس رو اشتباهی به جای Oxlade-Chamberlain اخراج کردش. یعنی Oxlade-Chamberlain هند کرده بود اینو اخراج کرد داور. این دوتا خیلی شبیه هن. فکر کنم راستی Oxlade-Chamberlain کیرن چپیه. کیرن آخه چه اسمیه؟ چه فکر میکنی اسم بچه هاتون بودن کیرن؟ به ماچ و اما بچه شماره 8 لوکاس هرادسکی یا هرادکی حالا اسمش فرق میکنه اسمش توی کتاب گینسه. حالا فکر میکنی چرا؟ چون شاید به خاطر اینکه خیلی دروازه‌بان خفنیه خیلی دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای مثلا یه همچین سیوایی داشته به فوق العاده داشته. ولی نه آقای لوکاس هرادسکی تونسته سریع ترین کارت قرمز به دروازه‌بان رو گرفته. حالا با چه کارت قرمزی چیکار کرده بفرمایید؟ داداش تو بیرون محوطه ای. اصلا یک تو بیرون محوطه چه غلطی میکنی جاراسو با دقیقه 2 بازی؟ و اینکه چرا اصلا اینجا مایی توپو با دست گرفتی؟ میومه شوت چرا چارزانه بودی کف زمین با کله میزدی توپو؟ داورم همون خب کارت قرمز داد بهش دیگه. خوبه دیگه یه گینس داره. چه کاریکاتوری هم ازش کشیدن. تمام بابا چون شاید باورتون نشه شماره 7م بازم راجع به لوکاس هرادسکیه. این بار رکورد گینس نزده بازم از مغز عالیش استفاده کرده. بریم ببینیم میتونی اینجا لوکاس هرادسکی ببینیم که تو کامنت ها بنویسید لوکاس نابغه. لوکاس نابغه رو همین الان تو کامنت ها بنویسید. خدا این آدم نابغه نیست. یه بار دیگه نگاه کن این آقای مغز رو نگاه کن. خداییست ببین توپه رو ول میکرد اوت میشد. ببین نگاه کن اینجا توپه رو ول میکرد که کورنر میشد. میتونست پاس بده اونوری میتونست برگردونه به همین میتونست مثلا زیرش. چرا با بیرون پا زدی؟ مثلا چی کار کردی؟ بعد یه اینقدر قشنگ توپه رو زد اینجا ما چرخی رفت گل خودش. نا
نابغه است. بله شماره 6 مخصوص ارلینگ هالند. ببینیم ارلینگ هالند چیکار کرده. بچه‌ها یه مصاحبه ای از ارلینگ هالند انگار که بریم همه با هم دیگه گوشش کنیم ببینیم که چی گفته آقای هالند. خب ازش پرسیدن سگ یا گربه، گفت سگ. خب بهش گفتن که ترجیح میدی که آقا تخت تو مرتب کنی بری مثل این یارو عکس چپی، یا همینجوری که از ول کنی بری؟ فکر کنم 90% ما همینجوری ول میکنیم بره. گفت ول کنم بره. بهش گفتن بتمن یا اسپایدرمن؟ نو گفت هیچ کدوم. بتمن یا اسپایدرمن؟ همین الان بریم. من خودم میام اسپایدرمن. بهش گفتن گل هد یا والی بزنی، مثلا توپ به زمین. بلدی دیگه بچه‌ها والی بلد نیست، توضیح ندادم. گفت والی. بذارید باور نکنم بچه ها، ازش پرسیدن جیزی یکی از بهترین رپرهای آمریکایی یا این بوی نمیدونم چی چی فلو کینگز. خود هالند بود، موزیکی که گوش کردید خود هالند بود. هالند گفتش که من هنوزم یه رپر حساب میشم و بازم در آینده رپ خواهم خوند. KSI بچه ها، KSI اومد. ببینیم KSI چیکار کرد تو فوتبال. من نمیدونم KSI، یادم تو بوکس یه حرکت هایی زده بود، یه ویدیو ساخته اینگاه با مدافع آژاکس، من ندیدم. خب ببینیم که بچه این چالش چی شده، من ندیدم اصلا این ویدیو KSI تا حالا. چه لباس خوشگلی هم داره آژاکس، این لباس سبز. چه زمین تمرینی هم داره خدا وکیلی. همین بزار رو تامنه. چقدر خوشگل زد بچه. ما هم یه ویدیوی چاله ضربه تیرک گرفتیم که اینجا هم وارد ساجست میشه، اگه ندیدید برید ببینید. چون ویدیوی قدیمی خدا یکی ویدیوی باحالمونه. ولتمان رید رید. نگو که دومی هم میزنی که یه سای، نگو دومی هم میزنی. خب میریدم به خودم اگه دومی هم میزنی. سومی چی؟ سومی ببینیم. داشت تو فوتبالیستی، تو رو خدا بزن، تو دفاع وسطه. او دفاع وسط چیه؟ تخمشو داشتی یه مهاجم میآوردی، یه وینگر میآوردی، دفاع وسط آورده. البته خب دفاع وسط هم فوتبالیست مثل اینمونه که بگی آقا لیبرو بلد نیستن سرویس بزنن، بلد نیستن اسپک بزنن تو والیبال، ولی بدبختا رو باهاشون همینجوری بری والیبال بازی کنی یه جوری سرویس میزنن پاره میشی. اینجوری نیست که بلد نباشن، ولی خب تو خفنا جز ضعیفان. بعدی کیسای بعدی هم حالا یه دونه تیرک زد کیسای دیگه. چه اتفاق عجیبی بود، ولی اگه ببره یه فوتبالیستو خیلی عجیبه. فشاری شده یارو، قشنگ فشاری شدش. آره آره واقعا فشاری شد. فکر کن یه فوتبالیست یوتیوبر ببازه. بریم برای شماره 3. 3 تای برتر عجیب ترین اتفاقای فوتبال. آقا داره میگه که میدونستین رونالدو و کیم کارداشیان با هم دیگه سر و سر داشتن. ببینیم یه وایس از کیم کارداشیان رو ببینیم که چی داره میگه. کیم توییتر کوشن، هاف یو اور دیتد کریستیانو رونالدو؟ ازش پرسیدن که آیا تا حالا با کریستیانو رونالدو دیت رفتی، یعنی قرار رفتید بیرون. نیکست کوشن، وات وات فرندز بات هاف یو اور ثات اباوت کیسینگ؟ گفتش که ما رفیقی، ما فقط دوستیم از رو شلوار ما نمکنیه. ولی گفتش که تا حالا فکر کردی که اونو ببوسیش؟ بعد کیم جواب میده که به خیلی چیزا فکر کردم. کیم یه جورایی پیچوند، ولی فکر کنم چوسی بازی های خودشونه دیگه، میخواستی یکم بیاد سر زبونه، ولی شاید هم اوکی بسیدم نمیده. ما نمکنیه. بریم صداقه دومی. مدال نقره، مدال نقره میرسه به چرا برای شما رسه آلان سید مکسیمین راستی بود؟ چرا به کیم کارداشیان رونالدو آلان سید مکسیمین واسه چی روی تایتلش بود؟ سلطان شماره دو. ببین کی اومده، رنه هیگویتا. مگه میشه کسی رنه هیگویتا رو نشناسه؟ خدایی موها رو ببین، یه فندک میگرفتی زیرش هیگویتا. سیبیلا رو ببین.
بچه ها هیگویتا جدی فیفا 17 رو زندگی میکرد، در دروازه میمه جلو دریبل میزد. من تو فیفا 17 18 خیلی از دروازه با دروازه ها میابردم، به حریفم گل میزدم، حتی به اسام هم این گل زدم. میومد جلو کاشته میزد، کاشته و گل میشد، کاشته زن اول تیمشون بود. بعد سیوایی میکرد عجیب غریب، سیو میکرد، یه سیو معروف داره که فکر کنم قطعا اینجا باشه، نکن کن روپایی میزد. نه فکر کنم همین این سیوش نکن. اصلا خیلی عجیب و ریسکی، خیلی آدم عجیبی بودی گویتا. لباس رو نگاه کن، نگاه رو خونه بلندش کردن و بردنه. ولی خدایی اون کیه که از گویتا عجیب تره؟ کیه که مدال طلا رو گرفته؟ و بچه ها شماره یک برای رونالدو نازاریو این هرکات عجیبش که منم اگه موهام بریزه داره کم کم میریزه این جلو، فقط متفکرم رونالدو نازاریو بشم، احمد نازاریو بکنم. داستانش رو هممون بدونیم، ولی حالا بزن بسنید داستانی که خودم شنیدم و میدونم بگم، بعد داستانی که داره ویدیو میگه رو براتون ترجمه کنم بگم. رونالدو نازاریو مصدوم میشه، یه مصدومیت بد پیدا میکنه، بعد که برمیگرده با این مدل مو برمیگرده که همه به جای مصدومیتش راجع به مدل موش حرف بزنن و میترکونه اتفاقا بعد مصدومیتش. ولی این فشار رو وقتی تونست از رسانه ها برداره، یعنی رسانه خیلی بچا تاثیر داره. فکر کنید مگوایر رو اونجوری داغون کردن، سانچو رو داغون کردن، آنتونی رو داغون کردن، کریستیانو رونالدو که حالا باشگاهی نداریم، اون خودش یکم با بچهای رختکن دعوا شد، ولی حالا هر چی، رسانه ها خیلی میتونن تاثیر منفی داشته باشن رو هازارد هم مخصوصا، بدتر میکنن یعنی کارو. و این کار رو کرد و به عنوان مدل موش رسانه اومدن پرداختن تا به مصونیتش. و بذارینم همینه، توی اینتر مصون شده بود و خیلی داشت پشت هم مصون میشد، تپ و تپ مصونیت داشت. دکترا هم جوابش کرده بودن، گفته بودن که آقا دیگه رونالدو خوب نمیشه. بله الان خود مصاحبه نازاریو میگه که من یادمه که یه مصونیت کوچیکی داشتم، مصونیت عضلانی، و همه داشتن راجع به اون مصونیت صحبت میکردن. میگه و من اومدم سر تمرین با اون مو، با اون مو اومدم سر تمرین و همه مصونیت رو یادشون رفت. میگه و اون منو خیلی کمک کرد. و بله بچه‌ها این نشون میده که رسانه ها چقدر میتونن تاثیر منفی داشته باشن و تاثیر مثبت، و رونالدو واقعا چه کار خفنی انجام داد. یعنی اینجوری بزنش رسیده بود که آقا من یه همچین مدل موی میزنم و باعث میشم که همه فکر نکنم. و بچه شاید باورتون نشه این مدل مو توی اون سالا مد شد، یعنی بچه هایی که الگو میگرفتن یا حتی نوجوانا و جوونا یا حتی یه سری از بزرگسالایی که الگو میگرفتن موهاشون اینجوری میزدن اون موقع، و یه مد عجیبی پیش اومده بود. و رونالدو خودش یه بار توی ویدیو و توی مسابقه گفته من عذرخواهی میکنم از همه مادرانی که بچه‌هاشون به خاطر من موهاشون اینجوری زدن. و با همون مدل مو هم برزیل و قهرمان جام جهانی کردن. دوستون دارم بچه ها به شدت، مرسی که این ویدیو رو دیدید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو دیگه خدافظ.